آماده. سلام، صبح بخیر. سلام، آقای صداقت میشه. صبحتون بخیر، خسته نباشید. روز خوبی داشته باشید. خانواده خوبن؟ خانم خوبن؟ همه فامیل خوبن؟ اقوام آشنایان، دوستان همه خوبن؟ لطفاً یه نفر میاد اینجا من کار داره، بفرستیش اتاق کنفرانس. چشم، حتما. ببخشید مجله که فرموده بودیم بفرم. خدمت شما. متشکرم. خواهش. صبح بخیر. حالت روز بخیر. کجایی استاد؟ چه صبحی، چه روزی، چه خیلی. همش شده شهر. گن زدن به این شهر با این ترافیک. این راننده میاد یا نمیاد؟ نه، میگه تا هفته مادرش نمیاد. بابا یه جوری راضیش میکردی؟ از صبح تا حالا چند بار باش تماس گرفتم. نسبت به مادرش تعصب داره. نتونستم مخشو بزنم. بفرما محمودی. صبح تا حالا تلفن پیچم کردی. سلام محمودی جان، حالت چطوره؟ آه قربونت برم، واسه چی آخه انقدر زنگ میزنی؟ قربونت برم، نگرانی نداره، من که بهت گفتم تا فردا غروب جنسا پیشته. چی داری میگی؟ آره بابا، من تالا شده حرفی به تو بزنم، رو حرفم نباشم، به قولم عمل نکنم. تو هر برنامه‌ای داری بچین، بقیهش با من. خداحافظ، قربونت برم. وقتی راننده نداریم چرا بهش قول میدی؟ بله. سلام آقا مهندس، خسته نباشید. ممنون. آقا بهرام اومدم، فرستادمشون اتاق جلسه. چشم، حتما. این موشیه چرا اینجوریه؟ صبح تا شب صد دفعه با من سلام علیک میکنه. حال زن و بچه و جد و آباد و خواهر و مادر و دایی و عمه و بقال سر کوچه و سبزی فروش ته کوچه رو همه رو میپرسه. بهش بگو من وقت ندارم صبح تا شب جواب سلام این حال احوال اونو بدم. خیلی خوب، بهش میگم. حالا این بهرام کیه، چیکار داره؟ چه میدونم، امروز همون روزای بدبیاری من بوده دیگه. داشتم با این محمودی تلفنی صحبت میکردم، حواسم پرت شد، زدم به ماشین بنده خدا. ببین برو یه پولی بهش بده، راضیش کن، بلکه این کارت ماشین و بیمه منو بگیر. خیلی خسارت دیده. خسارت دیگه چیه، زن صندوق عقبش ماشینش فرغون شد. بعد های صداقت میشه، چرا وردشتی آوردش اینجا؟ الان این دستگاه رو ببینه دندون تمهش میزنه بیرون. چه توقعی داشتی؟ توقع داشتی با این حال خرابم واسم افسرم بیاد؟ یه کارایی میکنی. آقای بهرام، سعادت هستم در خدمتتونم. برای پرداخت خسارت خوشون کجا هستن؟ همون که زده ماشینو رفته قایم شده. کار دارن، من حساب میکنم. نگران نباشید، مشکلی پیش نمیاد. آره آقا ما بیکاریم. ایشون کار داره، ما کارو زندگی نداریم. ببین دوست عزیز، شما که تشریف نشی بدونی که آقا ماشین چه اتفاق افتاد. ما یه ماشین داشتیم دیگه الان نداریم. ماشین ترکون در رئیس شما. خسارت ماشینتون هر چی که باشه میگم حسابداری چکشو بنویسه. چقدر بگم بنویسه؟ شما عیانا این آدما نیستی که هر اتفاقی میفته میگی خسارتشون چکشو بنویسم. نه مرد حسابی، به این چیزا نی قیمتش خیلی بالاست. متوجه منظورتون نشدم. بله دیگه، نباید منظور منو متوجه بشین. منظور من اینه که تو این ماشین حداقل یه هفته 10 روز 12 13 روز کار داره. این ماشین من تو این 12 13 روز چکار کنم؟ چه تمام برنامه زندگیم ریخته بهم. سر من جدا میشه، متوجه هستی شما؟ باور کنید منم از این بابت متاسفم. ولی نمیدونم بجز پرداخت خسارت چه کمک دیگه ای از دستم برمیاد. نه نه، من خسارت نمیخوام، من ماشینم میخوام. حداکثر تو فردا تو ماشینم سالم میخوام. آها آها. ببین پسر جون، اگه بخوای پاتو از گلیم درازتر کنی یا زرنگ بازی در بیاری، مطمئن باش چیزی گیرت نمیاد. ما اینجا باج به کسی نمیدیم. یا مثل بچه آدم خسارت رو میگیری و میری، یا با یک اردنگی همچین پرتت میکنم بیرون که هر جایی دوست داشتی بری شکایت کنی. اولا که با دست ما صحبت نکن رفیق. دوم اینکه من واسه همین اونجا داشتم عربده میکشیدم، میگفتم آقا اجازه نره هیچ کس به ماشین دست بزنه تا پلیس نیومده. متوجه شدی؟ من میدونستم شما میخواین سر منو کلا بزنید. میخواین پول منو ندین، پولی کنین. چرا مزخرف میگی؟ مزخرف کی میخواد کلا سر بزنه؟ من فقط میگم بیشتر از حقت نمیتونی بگیری. همین، من حقمو میخوام، حقمو میخوام، ماشینمو میخوام. این خسارتی که به زندگی وارد شده چی؟ با پولا نمیشه اینا. اون به ما چه ربطی داره؟ رئیس شما زده ماشینو با کنده الان رفته تو سوراخ موش خایم شده. کسی که خربوزه میخوره پا لرزش هم میشینه. آدمی که سوار ماشین شد این داستانا رو هم داره. خربوزه کدومه مرد حسابی؟ من دارم میگم تصادف. سلام علیکم آقا. وای سعادتی لحظه تشریف بیارین بیرون کارتون. بفرمایید آقا چی میگی، بفرمایید. ماشین زدی، من ماشینو میخوام. پول نمیخوام، پولا میخوام، پول بده بدم. بحثتون سر چیه؟ داره گربه رخصونی میکنه. چی میخونه؟ من که چیزی نفهمیدم، انگار قاطی کرده. میگه خسارتی که به زندگیم خورده چی میشه؟ آقا بهرام یه در بیا اینجا. سلام، سلام.
ببینم مشکل تو چیه؟ من آدم گرفتاریم، زیاد وقت ندارم. بهتر حرفاتو تندتر بزنی ببینم دردت چیه. آقا شما دردی نداریم که. یه سال و نیم پیش ما قول دادیم آقا برداریم خانوم برداریم ببریم مؤسر. خدا بعد 10 سال به برادرمون یه بچه داشت، گفتیم آقا هم فعلا تماشا براش بشه ببریم اونجا هم یه گردش بشه هم بچه برادرمون رو ببینیم. بعد یه هفته پیش من این ماشین رو گرفتم دیگه، ماشین رو قسطش هنوز مونده خدا شاهده. بعد من ماشین از سرویس بردم دنبال خانومم باشم ببرمش مؤسر که شما زدی ماشین ترکونی. این قصه هیچ ربطی به ما نداره، یه تصادفی شده، خسارت رو میدیم و سلام نامتم. نه اینجوری که نمیشه که، و سلام دیگه نداریم که. میخوای بری سفر؟ میخواستیم بریم آقا دیگه، شما که در جهان هستین زدی ماشین با اولاق که نمیتونم برم. حق با توه، خسارت نه ماشین میشه نه مسافرت. بریم برام خون. با این حرفایی که زدیم الان احساس گناه بیشتری میکنم، بنابراین میخوام کمکت کنم تا پیش زن تو برادرت زایه نشی. شما لطف کنید آقا، من تا دیگه زایه شدیم رفته دیگه. چیزی نمی، چجوری میخواید درستش کنم؟ ما یه دونه راننده داشتیم که مادرش فوت کرده و نمیتونه بره مأموریت، میخوام تو رو جای اون بفرستم. خدا رحمتش کنه، مادر راننده فوت شده کجا بفرستم؟ آقای صداقت میشه؟ شما آقای سعادت اجازه بفرمایید. شیراز بسرم. شیراز که خیلی خوب، خیلی جای خوبی، قشنگه. راننده هم که مداش اونجوری چه، من میرم مشکل ندارم اصلا. فقط این دوتا شرط داره. شما من رو بفرستین سفر، من از خجالت خانم من بیرون میام. چشم هر شرطی رو چی قبول میکنم. شرط اول این که چند تا کارتون سمعک برسونی به دست مشتری. چشم. اصلا من خودم چیزم راننده پیک و اینا، پدرم هم راننده جاده و اینا بوده، خیالتون جمع سعی و سالم میرسه. شرط دومتون چی؟ شرط دومی که خسارت ماشین رو گرو برمیداریم، سمعکاری که رسوندی دست مشتری ماشین رو سالم برگردوندی، بعد با هم میشینیم حساب کتاب میکنیم. گرو که من مشکلی ندارم. میدونی چیه؟ چیه؟ آخه خانم منم جای خواهر شما، ایشون هر چیزی رو یه عادتایی داره قبول نمیکنه به همین راحتی. یعنی شما اگه یه چیزی الان شدید میگه نه، با صحبت کنم باشون. مثل چی؟ مثل چی که مثلا چیز دیگه، یه اعتقاداتی دارن. الان نمیتونم توضیح بدم. ایرادی نداره، من با خانومت صحبت میکنم، راضیش میکنم. یه خانم منشی هست اینجا نشسته، شماره خانومتو بهش بده، بگو من زنگ بزنه. برو خیال راحت بشه. یه شما میگید دیگه حتما حل دیگه، منم میرم که اون مادر اون بنده خدا راننده هم فوت شده که این سمکام نمونه، خیلی سریع ببرم شیراز. با اجازهتون. آقای صداقت میشه این کارو نکن، ما هنوز این آدمو خوب نمیشناسیم، به نظر من قابل اعتمادی نیست، نمیبینه چقدر فرصت طلبه. هنوز برای تو مشخص نشده که من آدم شناسم، حتما یه چیزی تو این دیدم که دارم بهش اعتماد میکنم. برعکس شما، من هیچ نکته مثبتی توی آدم نمیبینم. اشتباه میکنی آقای سعادت، اشتباه میکنی. ممکنه آدم زرنگ و زبون بازی باشه، ولی آدم ساده و سالمیه. در هر صورت هر آنچه شرط بلاغ است ما گفتیم آقا، دیگه خود دانید. خودارم اصلا اینی چی من گیس و اصرار کردم، من این قبول نمی کردم که دیگه اینقدر اصرار، من انکار دیگه قبول کردم، گفتم آقا هرچی همسرم بگه، عیالم دیگه هرچی بگه، شماره تو به زور گرفتن از من. تو بده من اینو برام. میدونی چرا روی این چیزا حساسم؟ آقا آدم نمیدونه که ماشین دست کی بوده، کیا سوار شدن، چه انرژی از خودشون منتقل کردن. ولی اصلا باور کن، اصلا فکرش هم نمی کردم قبول کنی. نمیخواستم قبول کنم، ولی وقتی اصرار کرد گفتم خب ما هم نباید فقط به فکر خودمون باشیم که، اون بیچاره ها بارشون مونده رو زمین گرفتارن. گفتم بذار یه کاری کنم بفهمن که هنوز انسانیت نمرده. حل دیگه، تموم شد دیگه، بریم دیگه. نه خیلی تموم نشده، اینم هست. چی؟ ترشیه برای عمه درست کردم. آخه عمه عاشق ترشیه منه. ما اصفهان نمیریم، یعنی میریم رد میشیم، فقط نمیمونیم. بله از اصفهان رد میشیم، یه تو که پا هم میریم اونجا. آخ اصل کاری رو یادم رفت، یه دقیقه الان میام. والله اقل یه پلاستیک با خود ورده بیارین، گند میزنه به ماشین مردم. ای بابا حالا عمه ترشی نخوره، امانته. حالا من نیستش که. ای بابا بیست صبح بعد بابا. الو بله رضا. زنگ زدم بهت بگم این ماشین دست کم یه هفته صافکاری رنگش طول میکشه، باید یه خسارت درست حسابی ازش بگیری. رضا باورت نمیشه رضا، یه ماشین شرکتی بهم دادن عروسک، گفتم برو سفرت برگرد بیا خسارت تعیین کن، هرچی باشه بهت میدیم.
فقط منتظرم تو چیز کنی دیگه، خسارت تنگ کنی و قرارت عروسش کنه. خب دمت گرم. یعنی چی؟ یعنی چی نه رو که مرد حسابی، یعنی هنوز یه سری انسان خوب زندگی میکنه، یعنی هنوز یه سری انرژی تو هوا هست. بهرام تو حالت خوبه؟ چیزی نزدی؟ نه جارز دیوانه، اگه من خوبه خوبم بابا، پاک پاکم مسخره. لا اله الا الله، اون زهرماری الان کجاست؟ تو دستته؟ بابا جون چرا خودت از شهرش خلاص نمی کنی؟ بابا داشتم مینداختمش بیرون دیگه، تو زنگ نمیزدی انداخته بودمش دور. به جان تو اصلا احتیاجی بهش ندارم، اصلا واسه خودم چه اوه بهرام چا کار نداده دست. بله بله زنگ میزنم بهت همین الان بندازشو. چی شد؟ برای چی رفتی؟ مال چی رفتی؟ با چیه ساعت میخواستم آخه به عمه زنگ زدم گفتم یه سر میری پیششون، پرسیدم از تهران چی میخواین، او یه بسته باتری ساعت برای قدرت الله خان کمربند. تو اصفهان باتری ساعت پیدا نمیشه؟ نه تهران 500 تومن گرون تره، اونجا یه ذره گرون تره. ای بهرام بیچاره یه کمی سرش تو حساب کتاب هست ولی یه ذره حساس. چه گازی هم میخوره بوشه. شماره شناسنامه 931، میزان تحصیلات دیپلم فنی حرفه‌ای، معاف از خدمت سربازی به خاطر کفالت، سابقه کار در تعمیرگاه اتومبیل به مدت 6 ماه، شغل فعلی پیک موتوری، 2 بار معرفی داوطلبانه به مرکز بازپروری برای ترک اعتیاد، متأهل، شغل همسر مشاور افتخاری مرکز بازپروری، دارای 1 فقره وام قرض الحسنه 3 ساله برای خرید ماشین، ملقب به بهرام خالیبند. این اطلاعات از کجا جور کردی؟ از محل کار و دوستاش. گفتم شاید برای تکمیل پرونده آدمشناسیتون لازم باشه خدمت شما. خیلی ممنون، دست درد نکنه. خب این که سابقه خوبیه. میترسم آقای صداقت بشه، میترسم کار دستمون بده، این آدم معتاد بوده. چه بهتر، از این وقت هوا چه بیشتر جمع میکنه. آخر ما هرچی بگیم مرگ شما یه پا داره همه چیو. خب پس خواهش میکنم دیگه از این به بعد آیه های یأس نخونه، اینم ببریم بزنیم تو پروندهش برای ترفیعش خونه. چه خوب که اینجا آویزونش کردی، از چشم بد دوریم. مطمئنم تأثیرشو احساس کردی که بهش اعتقاد داری. آره آره بابا میدم. اصلا همین ماشین حتما انقدر انرژی مثبت فرستادی که آقای سرمایه پیشو بهت اعتماد کرد. آقای صداقت پیش هست اسمش. آره همون آقای صداقت پیشه، مطمئنم همه انرژی خوبتو گرفته. اصلا منو دید یه دفعه گفت پسر تو چه چشمای عجیب غریبی داری. یه دفعه گفت من اصلا نمیدونم تو چشای تو چی وجود داره، خیلی عجیب بود. آره واقعا بهرام تو چشمات انرژیش خیلی خوبه، جدی میگم. باور کن اصلا خودش به من گفته، گفت اصلا من نمیشناخت که یهو گفت من از تو چشات بهت اعتماد کردم. ماشین شرکت رو یهو دیدی دیگه ورداشت دادم، گفت وردار ببر با خانواده برو سفر. بهرام میگم میتونی یه کاری کنی که تو شرکت خودشون استخدامت کنه؟ من از سمک و اینا که سر نمیارم که. خب بابا دیگه کار کردم تو پیک و اینا هم در شأن تو نیست. من میگم دیگه وقتشه که یه کار جدی‌تر، یه کار بهتر پیدا کنم. ها؟ واقعا وقتی من با تو حرف میزنم اعتماد به نفس پیدا میکنم. میگه حالا فروش هم داره؟ کی فروش داره؟ نمی سمعکا دیگه. آره دیگه حتما فروش داره دیگه، میدونی چقدر آدم ها کرم. آره. این موزیک میزنی بذار. چشاتو ببین. ببین شما چیکار دارید؟ چشاتو ببین. علونه. وای. توفک بادون زمینی. بله. برام چرا این کارو کردی؟ الان من می‌خوام شما حواس نه، حواس نمی‌کنم بگردم باش. مطمئنی؟ بله. گوش بهت بخوره شیال بد نمیشه. اجازه بده گوش که حساسیت نره، خودشو نواس بخورم. شما بخورید چونه. وای. چی؟ بهرام. شده. برام یه دقیقه این بغلا وایسا. چرا چی شد؟ وای یه دقیقه وایسا. با چی شده؟
حسش میکنی؟ چیو؟ آرامشو اجازه بده بیا تو وجودت. چشمو چشماتو ببند، نفس عمیق بکش. بستی؟ بستم. تو احساسش کردی؟ بله احساسش کردم. وای بهرام، من همیشه فکر میکردم اینجور جاها واقعی نیستن، همیشه تو خیالم میدیدم اینجاها رو. بهرام ای بهرام، با تو اما عزیز من، شما گفتید دیگه، داشتم آرامش میگرفتم. میگم حیف که وقت نداریم، بله همینجا چادر میزدیم. نه چادر که از دیدی چی، چادر هم نداریم اصلا. ای بابا بهرام، اون مرکز مشاوره که همیشه دوست دارم را بندازم، دلم میخواد توی همچین جایی باشه، نه آلودگی، نه سر و صدایی، یه طبیعت بکر. نظرت چیه؟ نمیدونم یه ساعت باز اینجا با چی آنتن نمیده بهرام. من یه زنگی بزنم، آنتن اومد. بهرام یه لحظه صبر کن، از اینکه درخت آخه آنتن میده. شفاف نیست، گفتی کجا وایسادن؟ ماشین رو کنار جاده پارک کردن، بعد پیاده شدن، حالا هم دارن منظره میبینن. آها خیلی خوب، ببین چی میگم ساسان، خوب حواستو میدی به ماشین، چشم ازشون بر نمیداری، ماشین باید صحیح و سالم به مقصد برسه. چیفم؟ بله. الو سلام آقای صداقت، حال شما چطوره؟ من مزاحمتون شدم، عرض کنم که ما کنار جاده ایستاده ایم و داریم آرامش میگیریم از این هوا. دیگه چیه؟ عزیز من، این سومین باره که امروز داری زنگ میزنی. نه گفتم یه موقع نگران نشی. نه عزیز من، من نگران درسته. نیستم. هر جا دوست داری واسا، هر کاری دوست داری هم بکن، فقط سر موقع به قرار برس. من کاری داشته باشم خودم باهات تماس میگیرم دیگه. خداحافظ. بفرمایید، همونی که بهش اعتماد نداشتی، احمق‌تر از اینه که بر ما بتونه دردسر درست کنه. بدون اجازه ما آبم نمیخوره. مهربونی، جدی میگم قربونه دارم، هم هرچی دارم از تو دارم، حتی هم این مهربونی هم. ای بابا باز میخوان وایسن. اینجوری تا یه هفته دیگه هم شیراز نمیرسن. به نظرم میخوان نهار بخورن. مگه ظهر شده؟ گذشته؟ چرا شکمم قار رو قور میکنه؟ بی خودی با اون شکم صاب مدت صابون نزنی ها؟ ما نیومدیم رستوران، اومدیم مواظب این ماشین باشیم. خب ترکک میریم میخوریم میان. داری میری رو اعصابم ها، داری زیگزاگ میری ها، نیاوردم ات که تفری. من خیلی گشنمه. ماست و خیار و گوجه و سالاد و همه چی بیازم. گفتم او چه خبره بهرام؟ خب یه دونه غذا سفارش میدادی با هم دیگه میخوریم، جوجا خیلی گرون حساب میکنن. آدم دیگه تو سفر به این چیزا فکر نمیکنه که میخورنش جونه. چه شد یه لازم ببندی؟ برای چی؟ یه لازم ببند. بادوم زمینی؟ بادوم زمینی چی دادم که ببند؟ چه شده ببند؟ این چی بود؟ اینو کی گذاشته اینجا؟ برای چیه؟ مال شماست، بازش دیوونه، بازش. وای بهرام، بهرام خیلی خوشگله، سنگ منه. از کجا میتونستی؟ دیگه حالا دیگه با اینجور آدمی هستی. خیلی خوبه، ولی به دستت میاده. آیا دست رو بودن نکنم؟ پیاز نهی بردی؟ پیاز رو میاده، پیاز هم شد دستت پیاز بیاد. تو یه ذر مشکل چه، من دست ها بشونم بیام. باش آرش میکنم. نه بابات، دیگه این برای نمیدونم، باز نشه. نه این زفاق قدر خوش مزه. آره عالیه، ما خوش اومد، دست در نکنه، خوشتر به خود مرنوش جونت بشه. نخوردی چی گه؟ نمیشون غذات بریم دیگه برم. برو برو برو، تو میخواه برو تو ماشین، من حساب کنم. بیا دست شما، چه انگوشت هم پشن به شما میگه. خیلی در رو گفت کن.
خب من دارم بود نخوری میبود بود بخورم برای سا کنم سوش آدم سه دست دره کنه گودنگان اون قضاش خوب بود ولی اونجا هم قضاش خوب بود اینجا هم فکر کنم قضاش خوب بود سی شدی؟ آره ای سوخت تو خونه بخوری؟ نمیخورم ای بابا بازم که داره راهنما میزنه به نظرم این یارو یه چیزش میشه داره مسافر کشی میکنه نگاه نکن حالا جان کجا تشریف میبردی؟ اصفهان اصفهان؟ مام داشتی میردیم اصفهان دست درد نکنه خیلی وقت من اینجا منتظری مینیبوس نشستم چه جالب عاقبتت به خیر باشه انشاءالله خوش مونم سلامت باشی همه این پوست بخما رو جمع میکنی یه دونش هم زیر پاد نمونه شیفم شد؟ خیلی خوبه سلام آقای سعادت نزدیک اصفهانیم آقا بله پلیس رو رد کردیم چیز خاصی که پیش نیومده خیلی خوب خوب حواست رو جمع کن چشم ازش بر نمیداری آره باش فعلا پلیس را اصفهان هم رد کردن دارم میبینم پلیس را شیراز هم رد میکنن ای بحرا فکر کنم یه همچین جاهایی بوده آره شهر یه بودی آتوس نداری آتوس نگاه کنم چرا؟ آتوس برده نگاه چیه؟ بحرا آب ترشی ریخته رو صندلی تو رو خدا بابا گند زدی به ماشین مردم دیگه الان من چیکار کنم بابا تقصیر من نیست که بابا خانمه فکر کنم اومده درش رو کم بارده دیگه بابا دیگه نخیر رو ازم دیگه باش میکنم تمیز میشه گند زدی به ماشین مردم دیگه عزیزم بابا بریم هتل درست حسابی تو بخواب من خیلی خستم فکر هتل رو از سرت بیار بیرون اگه اونا اینجا بمونن ما هم باید همینجا کشک بدیم سعادت گفت چشم از ماشین بر ندارم ای بابا گیر دادی ساسانا تو ماشین میبینی که چشم ازش بر نداریم اگه تو ماشین بخوابیم فقط خودمون رو بیشتر عذاب دادیم فعلا که سر شبه بذار بریم دستور چیه من میرم دستشویی نفهمیدم چی گفتی بهرام جان یه ذره بلندتر بگو میدونی که عرض کردم خدا به هممون رحم کنه عرض کردم خدا به هممون رحم کنه چرا داد میزنی؟ کلا همه چی تعطیله میبینم از کارش ناراضیه نه امو جون اتفاقا یه کار جدید پیدا کرده بایه خب موز میسیمه پس سر شکایت میکنم بفرمین چای تازه دست شما در بکن ببخشید داد زدم گیج شده با گز بخورم گز هستش خیلی ممنون این فرق فرق میکنه دست شما در نکنه خیلی ممنون راستی همه برای سوغاتی میخوام گز بخرم از کجا بگیرم بهتره گز از چلوی 20,000 تومن هست به بالا این چیز رو خوب میشته با این گز چشمو الان داریم میخورین دا چلوی 25,000 تومنه البته یه نوع دیگش هم هستا پسه نداره بادو میز بله 6 سال پیش اومدم تهرون دیدن دون از اونجا زا براتون آده بودم قدرت الله خان شما آقا
اخبار دونه نگاه کن. اخبار توی این کارتون ها پر از عروسک و توی عروسک ها سکه جساس کرده بودن تا بتونن مست خارج کنن و این سکه ها رو توی دل عروسک ها قرار میدادن به این صورت که خدا ایشالله اینا رو ذلیلشون کنه که جوونا مردم و بدبخت. نه همه جون ربطی به جوونا نداره، اینا سکه قاچاق میکنن. آه سکه دیگه چرا؟ خب سکه رو همینجا بفروشن. آخه همه سکه اون برای آب گرونتر تلاس دیگه. بعدم به نظر من بعد اینجور آدم ها رو فقط اعدامشون کنن. کیسو جان چه حرف میزنی شما؟ یارو قاچاقچی مواد مخدر که نیست که چهار تا تیکه طلا برداشتیم برمرگرد اعدام چیه؟ بهرام جون یه حرفی میزنی ها، کسی که ثروت ملی رو از کشور خارج میکنه فقط لیاقتش اعدامه. آن درست شد، شما الان نگران سرمایه ملی و این چیز هست. من که اگه بودم پوستشون رو میکندم. این سکه ها در داخل ده ها عروسک از با بازی جاسازی شده. کامیون حامل عروسک ها توسط من اینا رو به خاطر عروسک ها گرفتندشون. یعنی اینقدر توش پول ها شاید به چیز صادر میکنن. آره میان کوششون بهتر نشده نه؟ خب یادم آوردی عمه باز یه رو آوردی؟ بله بله الان میدم رو یه مدتی سمکش خرابه، هرچی میگم بابا عمر خودش کرده به خرجش که نمیرد که، میگه باتری اینجا تقلبیه به خاطر همین است که سمعکم خوب کار نمیکنه. آخه بفرم قدرت الله خان برادون باتری آوردن اونم استرو از چی شما درد نکنه. خواهش میکنم ایشالا باتری ها رو بندازی سمعکتون درست شد ایشالا. توجه نکردین چی شد اصلا به باتری ربطی نداره پشت این هفته باتری خرید سمعکشون خرابه. بله بازی ها اینجا با خرابه است، یعنی نهر کشیده. قدرت الله خان بدون گفتم کاری به باتری نداره، سمعک دون عمر خودشه کرده. مگه آدم است که عمرش تموم شده باشه ها؟ یه چه پلاستیکه فقط 4 سال عمر میکنه چه؟ ماشالله زیر بارکه نمیرین، هر فرد خودتونه ماشالله دون باشه. منا بی خوده چی پول تو جیب این سمک فروشان نمی کنم کون خونده ای خانم. قدرت الله خان میخواد یه کاری بکنه کاسبی ما رو کساد کنه ها. بهرام سمکا چی؟ سمکا چی شده؟ وای عمه بهرام یه کار جدید پیدا کرده توی شرکت فروش سمک. اتفاقا همین الان هم داریم یه سری از سمکاشون رو میبریم شیراز. بهرام میگم یکی از اونا رو بدیم به قدرت الله خان ها. مال ما نیست اونا، امانتگی او. حالا با یه دونه که طوری نمیشه، بعدش هم پولشو با آقای سرمایه پیشه حساب میکنه. صداقت پیشه حساب کنم؟ صداقت پیشه آره همون الان یه دونهشو براتون میارم. گیسو جان من برم که لااقل براتون یه دونه درشتشو سوا کنم، نمیدونه در جریان سایز و اینا دستش نیست. ببخشید بایزه. قدرت الله خان رفتن براتون یه سمعکی نو بیارم. نه خانم من شام پختنی نمیخورم، بی خوده که پول ندارم برم پلو بخرم. برام یه دونه خوبشو بدی ها. آقا مگه خیار گوجه است؟ این خیلی گرونه، این بی سیمه. اصلا بی سیم میخواد چیکار کنه؟ من پولشو ندارم اینا رو بدم، اینا رو فراموشش کن. یعنی چی؟ خب گناه داره بنده خدا. من گناه ندارم گوشش نمیشنوه، داد بزنید گوشش میشنوه. دستو درد نکن، خیلی کارت زشت بود دیگه. جوری میقاپی نه؟ خیلی کارت بد بود. اینم تمیز نکردی نه؟ بعدش خودم پاکش میکنم. آها بعدن، یعنی من الان تمیزش کنم. خیلی بابا کارمون بده دیگه، ماشین یارو رو گرفتیم گند زدیم به ماشین یارو، سمک یارو رو برداشتیم، بعد توقع داریم یارو کارم بهمون بده. آخه من نمیفهمم، آدم یه ذره باید مراقبت بکنه دیگه این موقع شب. خیلی من سلام آقای صداقت پیشه، ارادت دارم قربان. ما اصفهان هستیم در منزل عمه عیالم. آقا بهرام ماشینو کجا گذاشتی؟ جاش امنه؟ بله بله امنه، من خودم اینجا هستم، چاچشی دارم نگاش میکنم تو حیات منزل عمه عیالم. خیلی مواظب باشا، قیمت اون سمک ها چند برابر قیمت ماشین، ازش خوب حفاظت کن. نه خیالتون جمع باشه، اینجا یه حیاتی هست، یه خونه، یه دیوارای بزرگ بلند عین زندون میمونه، اصلا نه کسی میتونه بره بیاد، از پرنده رد نمیشه خدا شاهده. خیالتون جمع باشه. نگرانم دیگه چیکار کنم، تا جنسا رو تحویل ندادی من نگرانم. جنسا رو زودتر تحویل بده، هم خیال منم خیال خودت رو راحت کن. آقا من به شما قول دادم دیگه سر قولم میمونم دیگه، این چه حرفیه فرمایش میکنین؟ خیلی ممنون، شب بخیر. نمیفهمم اینو، من به شما گفتم بلقل میزشش پایین، برای چی من باید اینا رو تمیز کنم؟ خودتون اینا رو برمیده چی؟ شما در چی؟
پیشنهاد خوب داره. چه پیشنهادی داره؟ هیچی، میگه که بریم یه چرخی تو شهر بزنیم، بعدش هم بریم یه رستوران سنتی شام بخوریم. میخواد ما رو مهمون کنه، باورت میشه؟ با چی میخواد بره؟ با کدوم ماشین میخواد بره؟ میگه با این ماشین نکنه. آره دیگه، با ماشین خودمون دیگه، با ماشین هم که دیگه قدیمی زوار در رفته است که با ماشین خودمون. اصلا از شما توقع نداشتم. من ماشین مردم و امانت مردم بردارم برم تو شهر دور کنم، میخوام شام بخورم، میخوام 721 سال نخورم. خودت لوس نگو، یعنی چی؟ ببین ما همه این شهرها گشتیم، همه‌شو بلدیم. الان عمه تو هم میافته تو رو دروازه، میخواد به ما شام بده، با 10 سال دیگه به شوهرمه توضیح بده بابت یه شام. فکر کن برو خود یه چیزی درست کن، سر ته قضیه رو هم بیاد دیگه، ولش کن، یه چیزی با هم میخوریم دور هم. نه خیر، من میرم بگم آماده شم. گیسو گیسو بی گیسو نکن. ناسلامتی اومدی ماه عسل ها؟ نکن گیسو، بدتر میکنم. بودو ای بابا، ای وای، خدا لعنتت کنه، ای وای. حالا این بچه سمک رو میگه ما ازش بخریم، میخواد شما رو ببره بیرون. وای وای وای، من چیکار کنم؟ بچینه این رو همه رو میفهمه. خدایا گیسو، گیسو چرا قبضی خدا نهانتش کنه؟ بفرمایید بفرمایید. بهرام بهرام، عمه میگه اگه ماشینتون ایراد داره میشینیم با ماشین قدرت الله خان بریم. بفرمایید نموجو، شما بشینید جلو، من عمه جونم میشینیم عقب. بهرام کیسو ایفا، بهرام دوباره با دو زمینی خوردی؟ خاک به سرم، چرا این همچی شده؟ ببینم چقدر کهیر زدی، پشو چیزی خورده سوسرتی؟ نه، بادوم زمینی خورده، حساسیت داده، باید ببریمش درمانگاه. بهرام عمه جون، میشه با ماشین شما ببریمش؟ قدرت الله خان جلد برو، سویچو برده بیار، میخوایم ببریمش بیمارستان. نه بابا چرا چیزی نیست، اما ببریمش. چرا هی نگاه میکنی؟ پس چی کار کنم؟ گیسو بدش پال ماشینی ما، من خودم میرم سویچو میارم، تو هم وایسا هی نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن. بفرما گاو موزهید، برو دیگه. بهرام جان کمی تحمل کن، الان میرسیم. هر دفعه بادوم زمینی میخوره همین شکلی میشه. همین فکر کنم تو اون گزایی هم که خوردیم بادوم زمینی بود. عمه جون این روز آبا همه چی ها قلا میشه. البته یه آمپول هم بزنه خوب میشه ها. عمه نه، میشه به عمو بگی یه ذره سریع تر بره؟ منجه سمه چیز چینی باشه دا نمیخوام، من اصلا از جنس چینی ها بدم. قدرت الله خان گازی ماشینا بگیر، افته تان برو، این به چون پشت خفه شو. هرچی بیشتر گازش بده بیشتر بنزین مصرف، از این تان ترم نمیره، اینقدر هم غور نزن. الو بهرام، بردم بیمارستان. چی؟ چرا؟ هنوز نمیدونم، معلوم نیست. ساسان دنبالشه، گفتم تعطوشو در بیاره. ماشین الان کجاست؟ ماشین تو خونه است، تحت نظر خیالت راحت باش. ببین به ساسان بگو هر جوری میتونه، هر کاری میتونه بکنه، اینو زودتر از بیمارستان مرخصش کنن بیاد بیرون. خب اگه بسترش کردن چی؟ یعنی چی؟ مگه آپاندیسش درکیده؟ ببین بهش بگو که من گزارش لحظه به لحظه این قضیه رو میخوام، منو نگران نذارین. باشه، اگه خبر خاصی شد بهت زنگ میزنم. به سلامت. ساعتی
کیه تو این ماشین که باید مراقبش باشیم؟ چی میگی ساسان؟ گوش کن، اونجا همه چی مرتبه؟ آره دیگه. ماشین سر جاشه؟ الان وقت زنگ زدن بود. ازاد تکون نخور. شما به جرم قاچاق طلا باز داشتید. شما درد نکنه. چی تو شد؟ هیچی، دکتر که نبود، پرستارش بود. من که به شما گفتم شبیه دکتر نیست که. خب منم پیش خودم گفتم سعیم و گنجش مو. بذار یه آزمایش مجانی بکنی. فهمیدی چی تو شد؟ نه. پرستاره به من گفت شما گوشتون عیب داره. اه؟ اما هوشتون خیلی خوبه. اون روز آشم که میشنفتی یا هیچ وقت گوش به حرف نمیدادی؟ ببخشید حدودا یه ساعتی میشه که از تزریق این بیمار ما گذشته و اینا. میگم دیگه میتونیم مرخصش کنیم دیگه؟ نه دکترشون باید بگه خانم. آها نه، اصلا من دکترشون رو پیدا نکردم. میشه خواهش کنم پیجشون کنین؟ چون ما اصلا وقت نداریم، مسافریم، بعد عجله. شما بفرمایید حسابداری، من دکترشون رو پیدا میکنم. آها برم حسابداری. باش، خیلی ممنون. خواهش. ببخشید خانم دکتر، این حسابداری کدوم طرفه؟ ته راه رو، سمت چپ. گیسو. بهرام اینجا چی کار میکنی؟ الان سرت گیج میره میخوری زمین؟ نه نه نمیخورم زمین دیگه، حالم خوب شده. بریم فقط. بهرام جان برگرد تو اتاقت، گفتم دکتر تو پیچ کنن، الان میاد نباشی بده. حالا خود دکتر برای چی گفتی پیچ کنن؟ یعنی چی زشته بیاد نباشی؟ بهرام میگم پول بده. پول برای چی؟ میخوام برم حساب داری. بابا زیاد ندی. نه کیف پولم همراهم نیست. یه سرم بیشتر نزدم. اما اینا کوشم. نمیدونم تو اتاق نبوده، یه سرم بیشتر نبوده. چقدر میخواد؟ بده به من، همین خوبه. بهرام برو تو اتاق. بنزین پول بنزین نداری؟ نه داریم. نیام ببینم اینجا وایسادیا. قدرت الله خان، این سمک هم شکسته هم خرابه، اینقدر بهش بر نرین، بندازین دور بره. خانم هر چیز که خاراید یک روز به کار آید. همین سمک شکسته با خیلی بهتر از این سمک چی نیاز مرتب پشت گوش من سوت میکشه. من ناراحتی بچام، حتما رفتن حساب داری، شاید هم پول پیششون نباشه، خجالت بکشن. پاشین تو بریم. بابا جا اینطور باشه، پول سمکشون رو میگرفتن خیلی برای من ارزون ترس پول تختشون میشد که. قدرت الله خان خجالت بکشین، زشته با این سن و سال دون اینجوری حرف بزنی. خانم هرچس پول نداره، من باید تو نشه. منو نگاه کردم پول همراهم نبود، اگه نه خودم حساب میکردم، منتی شمارم نمیکشیدم. پاشین تا بریم. آخرش هم شما منو ورشکستم میکنیم. من از دست شما. آقا سلام، خسته نباشید. ببخشید این صورت حساب آقای مودت رو میشه بدیم؟ آقای مودت؟ ببخشید بهرام مودت. آقا کی؟ بهرام مودت که صورت حسابشون پرداخت شد. چی شده؟ پرداخت شده؟ بله. ببخشید کی پرداخت کرد؟ نمیدونم، نمیشناسمشون، ولی مگه شما همراه ندارید؟ چرا؟ خب حتما همون پرداخت کرده. چرا؟ بله. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. حالت بهتره؟ بله سلام، بله خوبم. من نگاه کن،
سرباب میسی حالت تعو نداری، سرت گیج نمیره؟ یه ذره گیج میره طوری نیست، ولی خوب میشن. بخواب رو تخت بگم بچا بیان سرمتو عوض کنن. نه دیگه، ما باید بریم، من خانوما منتظر، باید بریم. باشه عزیزم، مشکلی نیست، سرمت تموم شد میتونی بری. بخواب عزیزم. چش. ای بابا. سلام آقا. سلام علیکم. خسته نباشید. زنده باشید. ببخشید این صورت حسابی بهرام مودت رو می‌خواستم. آقای بهرام مودت صورت حسابشون پرداخت شد. پرداخت شده؟ بله. خب حالا همدل. یه بریم. دست شما درد نکنه. زنده باشید. ببخش قربان شما. همیشه میگفتی قدرت الله خان خسیسه. بفرما خوبت شد؟ همه هزینه بیمارستان رو پرداخت کرد، تازه اونم بی سر و صدا. اشتباه کردم دیگه. این ور چی داری؟ بدش سردم با... خب سردش پتوکش بهرام این چی؟ پتو کشیدم سردترم شده دیگه، ولی آدم عجیبی بود و فکرشو نمیکردم یه همچین کاری بکنه. بله، همیشه راجع به آدم ها باید چی میگفتم بهرام؟ مثبت باش. نخیر. قوی باش. نخیر. آره دیگه. نخیر میگفتم که هیچ وقت از روی ظاهر آدم ها در موردشون قضاوت نکن. آره اینو گفتی یادم. بله اینو بیشتر از همه هم بگفتم. آره ساعت چنده؟ که شما صبح زود باید حرکت بکنیم. ما صبح زود برای چی؟ قبل اینکه بیای این داشم من زنگ زدم گفت پدر خانمش خیلی حالش بده. آره قبل اینکه برن شمال باید بهشون برسیم. صبح زود میرن شمال. باشه دیگه بریم. تموم شده این؟ دیگه آخرش. ای امیر جون اومدی؟ معلوم هست شما دوتا کجا میکردی؟ ها؟ این چرا کار نمیکنه؟ اصلا چراغش خاموشه؟ من مثل شما به این برنامه کامپیوتری خیلی اعتماد ندارم. یادتونه دفعه پیشم قطع شده بود؟ دیشب تا آخرین لحظه داشت کار میکرد. اعتقاد ندارم. از بچه ها خبر داری؟ چی کار دارن میکنن؟ آره تو جاده اصفهان شیرازن، دنبالشونن. احساسم بگو مواظب باشه گمشون نکنه تا من ایراد این برنامه رو برطرف کنم. زبونه بخوریم واسه که چه زبونه بخوریم؟ نه بهرام به داداشت اینه نمیرسیم. میگم میخوای کمی استراحت کنم من رنده کنم؟ نه خوبم. نه چشم اینجوریه خوابه. نه خوبم خواب نمیاد. نه تمام دیشبم که نخوابیدی تا صبح داشتی حرف میزدی بهرام. میترسم اتفاقی بیافته ها؟ خوبم ما آخه ای بهرام جدی میگم خطرناکه. باشه زدم که آها بایستم. ای بابا دیگه چی شده؟ ساسان؟ تو میدونی تو این ماشین چیه؟ آره سمک بیسی. غیر از اون منظورت چیه؟ یعنی ما رو فرستادن مراقب سمک ها باشیم؟ بریم تو رو خدا گیر نده. خلاصه من به این ماشین و آدماش مشکوکم. گفته باشم باش. یه زر قضیه جاده به خیابون فرم کنه. بلدی؟ بهرام اذیت نکن. دیوونه. نه میگم من بخوابم. میگی بخواب با خیال راحت. تا اونجا نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره. به این بالشه بود من از مولوی گرفتم. چی شد؟ این جزه تو بادشم کردی؟ دست نگه چه از یه سفر میکردی؟ خیلی نرما. من بخوابم. چی کار میکنی؟
بیدار شدی؟ آره دیگه پلیس راهیم. ایوا؟ ما ایوا؟ چرا؟ چیوش؟ چی میکنی شما؟ بهرام مرده؟ خجالت نمیکشی شما خانم؟ نه؟ این همه برگه جریمه؟ واقعا قباحت داره، سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، خوفنگ میخوری موقع رانندگی، با موبایل صحبت میکنی، من یه ساعت خوابم کفه گذاشتم؟ آخه بابا نداره اساساً، لطفا چی نگو؟ این ماشین رو میگرفتم و بدبخت میشدم. برای من واقعا ازت معذرت. همین معذرت میخوای تموم شد؟ ببخشی ببین معذرت میخوام ببخشی. سویچ بده من، سویچ بده من. شما نمیخوای رانندگی کنی، ماشین کجا گذاشتی؟ ماشین برای چی اینجا گذاشتی؟ ها بفهم بشین، بفهم بشین. این شهر قشنگه، پر از انرژی مثبت، اصلا در و دیوارش با آدم حرف میزنه. بهرام میگم قبل از اینکه بریم پیش داداشت یه چرخی تو شهر بزنیم. ما نمیتونیم بریم پیش داداشم، اینا که خواب که بودم داداشم پیغام داده گفته خانمش خیلی دلنگرانه. آشتایی پشتن رفتن شما. بیچاره جاری، درکش میکنم، بنده خدا حتما دلواپس باباش بوده دیگه. برام میگم خب ما که به هر حال وقت داریم، میتونیم یه چرخ کوچیک بزنیم ها. من میگم اول بریم حافظیه. اومدی نه با غیره. خب باش اولش بریم سعدی. خوبه آشتی کنی؟ قرب نیستم برای مسلمتی اومدی محسل ها. اخماتو باز کن بابا. گیسو گیر کردم سر یه دورایی موندم، اصلا نمیدونم چی درسته چی غلطه، اصلا موندم نمیدونم بگم نگم. بگو عزیزم میشنوم. نمیتونم بگم بگم. برام هر وقت سر دورایی گیر کردی به حرف دلت گوش کن، جدی میگم اون بهترین راهو بهت نشون میده. من خودم همیشه همین کارو میکنم. منم میخوام همچین کاری بکنم، تصمیم دارم همچین صحبتی رو انجام بدم. من تو نمیدونم این صحبت رو چجوری باید این تصمیم رو درست ببرم جوری که تصمیمم اشتباه نشه، چون بعضی از مواقع هست اون تصمیم تو رو میبره، اصلا تو نیستی که تصمیم رو میبری. میدونی الان نمیفهمی که تو داره استفاده میشه ازت یا اونا ازت. خیلی بابا این اصلا من کاری نکردم، میفهمی چی دارم میگم؟ نه معلومه اونجوری نگاه میکنی مشخصه نمیفهمی. ببین خود ببین بابا. خب بیشتر توضیح بده، کجا میری فالوده؟ برام خب بایسا با هم بریم دیگه. همینجور سرشانده خب باید داریم میدم.
اتفاق برای خانم خانم افتاد. الان کتش کسی تو بیمارستان برام چرا نذاشتی حقشو بذارم کف دستش؟ چون زنم فکر میکنه نمیتونم از خودم دفاع کنم. نه عزیز من، بحث خشونت میگم، شما که مخالف خشونت بودی هی میگفتی انسانیت مهمه. بله، هر چیزی سر جای خودش. خب سر جاش بود دیگه، تا ول کن دیگه. کمربند تو بند بابا، الان میبینن جریمه‌مون میکنن. مردی که داشت بند کیف منو میکند. حالا که نکند که دیگه، ول کن تمامش کن. خب حالا چی میخواستی بگی؟ چی میخواستم بگم؟ حالا که نمیتونم بگم میگم دیگه، حالا بریم یه جای خلوت بگم دیگه. کاری ندارم، زنگ بزن سعادت، حتما شماره شون رو دار. سعادت به فهم دمار از روزگارم برمید. سلام آقای سعادت، روزتون بخیر آقا. بله آقا، تو شهریم. بله، منی خب نیست ترافیک خیلی سنگینه. اینه که چند دقیقه از گمشون کردیم آقا. خاک تو اون سرت جرمن، حواست کجاست؟ پس میشه یه زنگ بزنی بهرام بچه ها گمش کردن؟ اینا هم گند زدن با این کار کردنشون. خاموش کرد. چرا قطع کردی؟ کی بود؟ نمیخوای بگی کی بود؟ چرا زنه شده من؟ زنه شده من؟ آفرم با شما اما ببخشید، این کیه که نمیخوای باش حرف بزنی؟ تو هم منتظر بهانه یا زن دوم هم؟ کیه؟ صداقت پیش هست دیگه؟ آقای صداقت پیش هست جوابشو نمیدی؟ تلفنتو برو، تلفن تو خاموش کردی، زش نیست. چه کار واجب داشته باشه؟ بیخود کرده مردی که عوضی چه صحبت کار واجب داره؟ زندگی برا. من میخوام بازی کنیم، من تو رو ببینم، من یه حالی به تو بدم. برو، اصلا کار درست نیست. آقای صداقت میشه این همه به ما خوبی کرده. چی میگه خانم شما؟ شما که نمیدونی چی کار کرده که میخوام 7 سال به 50 سال هیچ خوبی به ما نکنه. چی داری واسه خودت گیسو میدونی چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ همه سوء استفاده کرده گیسو. چشای انرژی چشای من سو استفاده کرده گیسو. من چیکار کنم گیسو؟ خوچو کرده یه عالم این تو شمشه طلا گذاشته، گذاشته تو ماشین ما جاساز کرده. تو ترشیه ریختی گفتی بزنیم برای عمری، و گفتم نظر میریزه با میشه، و گفتی میام تمیز میکنم، تمیز نکردی. من بعد بقیه مایم تمیزش کنم، این رو فرداشم باز کرده میدم. شمشه طلا گذاشته ما خوچو کرده. من سمک اصلا علاکی بازی بوده گیسو، بدبختم کرده گیسو. میره یه اگه نمیرفتن چیکار میگردن ما رو؟ شما خانم گیسو سرپی هستی؟ مدیر مرکز همیشه مثبت باش. بله خدا ما. اصلا باور کردنی نیست، من خیلی شانس آوردم شما رو اینجا دیدم. آخه به من گفتن شما بزرگترین مرکز مشاوره درمان در خاورمیانه رو دارین. بله درسته. خانومی حواست به من؟ سفارش داری؟ نه. چی میخوری؟ چلکه های سلطانی. خوبه، یه دونه میگیریم با هم میخوریم. نه دیگه، برای من روز اشتهام باز شده، میخوام یه دونه طعنه کامل بخورم. باشه، بس منم اشتهام بسته شده، یه سوپ طعنه کامل میخورم. باشه، فقط ببین سالاد و نوشابه و اینا اگه دل سیداش دل سر برام بگیر. تلفنش خاموشه. بی ارزای دست و پاچه لفتی
بچه ها منوز پیداش نکردم. پس اینا چه غلطی دارن میکنن؟ آب که نشتن برن توی زمین، حتما همون دور و بران دیگه. من میدونستم این مارمولک بالاخره یه بامبولی سرمون در میاره. یه بامبولی سرمون در میاره. بزرگترین آرزون چیه؟ چیه؟ 2000 تا آرزو داری؟ کدومشو میگی؟ همون مرکز مشاوره که بهت گفتم. یه جای بزرگ و شیک. آخه با یه کادر مجرب و متخصص. آره. یه جایی که همه دوست دارم برن اونجا. یاد بمیرم حسرت تو چشمات. معذرت میخوام، مجبورم بهت زدال بزنم، ولی این چیزی که تو میخوای میدونی چقدر پولشه؟ معذرت، با چند تا از اون شیشه میشه به همچین آرزوی رسید. آها، شما داری واسه اون شمشان نقشه میکشی؟ فقط برای چند تاش. حرفش هم نمیزنی دیگه ها؟ اصلا هیچی نمیگی ها؟ اصلا تو برشو نمی کنی؟ چرا بهرام؟ واقعا چرا؟ یعنی چی؟ اگه برداری اونا میتونن چی کار کنن ها؟ یعنی چی کار پلیس بیارن؟ میخوام برن دادگاه از همون شکایت کنن، یا یعنی که اصلاحی بردارن بره سر اونو بکن بنگ بیار دستش باری بابا بخور سر دارم تو بریم. برای من تو سر چی؟ حرف از هستی چی نمیخواد بگی؟ تو نمیدونی در مورد چی داری صحبت میکنی؟ نه آقا من یک گرمش هم نمیتونی دست بزنی، فهمیدی یا نه؟ تا وقتی اون طلاها دست ما، اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، فهمیدی یا نه؟ اونا از ما سوء استفاده کردن، ما هم باید حقشون رو بزنیم که به دستشون تموم شد و رفت. بس تو غذا ببخش. بله اون پژون آقایی که رو پل پارک شده مال شماست. بله تو مگه چی شده پژون؟ ماشینتون رو پل لات میکنه جاب جاش کنی یا میخواد سویچتون بده من وسطتون بزنم داخل پارکینگ؟ نه 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 من سویچ به کسی نمیدم، ببخشید شما بفرمایید. نه شما در نکنید. بودو بودو دیگه همون حرف نمیزنی ها. فلک با من اشکاش میزه اشکاش میزه. داشت پنج تامده برو خیالت راحت. پنج تامده چی بودم؟ پنج تا جا پارک نگه می‌داریم، دعواست هم با ماشین تذکرت رد. اینجا آره. محوطه پارکینگ رستوران عزیزم. آره دیگه داشت. به چی بدم؟ چی بدم به تو؟ جا پارک نگه می‌داریم، چند وقت اینجا همه منو می‌شناسن عزیزم. برو. پنج تا داشت. پنج تا میشه خصیص بازی زنه. بابا بازو داری ماشاءالله، این بار کار کن با ماشی. پنج تا ماشین خودمون می‌گیریم. رو به پای کلکت نگرفت نه؟ کاسب نشدی؟ نه بابا مرتی که خسیس. گفتم با خودم میرفتم این کار جواب نمیداد. آره بعد خودت میرفتی. عوضش سویچ ماشینش اینجاست. بری باشو بری. میخوای چیکار کنی؟ چیکار میخوام بکنم؟ یا علی باش میکنیم برمیگردیم. بابا ول کن، خطرناکه، زنگ میزنه پلیس میگیرتمون. نه ترس پسر، اون با من. یا علی باش میکنیم برمیگردیم. میخوام حالشو بگیرم مرتیکه رو. بپر بریم بپر. برمیگردیم اینه ماشین نیستا. بابا با من دیگه، تو چیکار داری؟ عجب ماشین زشتی هم داره. میتونیم با اون طلاها کار خیر بکنیم. ببین یه موضعی توی جامعه وجود داره به اسم اعتیاد. دیگه خود میدونی چی میگم. ببین ما میتونیم برای معتادا کمپ درست کنیم، میتونیم کمکشون کنیم. فقط با دو تا دونه از اون شمشای طلا. همین. داری مخ منو کار میگیری؟ آره. نه بهرام. نه. ببین اگه اون مرکز بازپروری نبود، الان من تو اینجا روبروی هم نشسته بودیم. نه. نمیدونیم دیگه. آفرین. منم حرفم همینه. ببین تو با دوتا از اون چمشا زمین و مرکز هم نمیتونی بخری، سرت تو حساب کتاب نیست. مثلا گفتم. مثلا نه. خب ما کلا چقدر طلا داریم؟ ما چه میدونم چقدر طلا داریم؟ نگاه نکردم که. خب از اول باید بفهمیم چقدر طلا داریم. الان که نمیشه که، نمیتونم پایین زیر رو بدیم ماشین بریزم بیرون، شمشا رو بیارم بیرون که جلو مردم. باید بریم یه جای دنج. پاشو پاشو بریم یه جای دنج. بابا نمیدونم بابا چقدر میخوری؟ جور جوابشو تو خوری، اگه نمیخوری پس برای چی همه پستا باش دادی؟ چه شد گوشنه؟ ما اینا رو دارن یه تو فرنگه به تو ببرم گیش بگو بگو بابا. کجا میری بابا؟ ماشین همینجه سی، ماشین همینجه چی؟ کجا؟ چیه؟ کسی ماشین گذاشته بودم اینجا؟ اینجا؟ بسیار بسیار
مطمئنی بهرام؟ وای چی؟ ماشین کجا؟ چی شده؟ ماشین سویچ من نیست. یعنی چی سویچ من دست تو؟ دست من نیست. ماشین من کجا؟ بهرام یعنی چی ماشین نیست؟ وای ماشین من کجا؟ بهرام مطمئنی اینجا گذاشتی؟ بابا چرا گذاشتی؟ این بغل خونه. بابا مطمئنی اینجا گذاشتی؟ بهرام اینجا گذاشتی این طرف. نه این ماشین نیست. بهرام ولی خوشم اومد. عجب ماشینی. چی فکر کردی پسر؟ فکر کردی ماشین بد سوارت می‌کنن؟ ببین چی داره خوب. اوه. اینجا رو داشته باش. برو خوراکی. همین یکی رو کم داشتیم خدایی. بادام زمینی. ای جان ای جان. سر عجب آدم گلی از کجا فهمیدم بادام زمینی دوست دارم. بادام نمک. خیلی آدم با نمکیه. خیلی آدم با نمکیه. به آدمی میخواسته ما رو نمکگیر کنه. از معرفتش. دمش که من اشتباه میکردم. خودش فکر کردم آدم بتالیه. نه هیچ وقت درمان مردم زود قضاوت نکنه. آره راست. ساسا اونجام نبود. آب شدن رفتن زمین. چه میدونم؟ ای بابا تو این هیرو بیر. بلا آقا زهر ماره. بلا آقا پس تو چرا زنگ نمیزنی؟ پیداشون کردی؟ چی میگی؟ بعد نقشه یارو میگه اصلا اصلا هم که آدم اینو نمیشستم. وای بهرام واقعا چجوری نفهمی که سویچو ازت زدم؟ به خاطر اینکه همش حواستم به این ماجرای احمقانه بود دیگه. حواستم به فرق کردی دیگه. من الان گیجم شد. اون موقع موضوع طلا پیش نگیشیده شده بود. من گیج نبودم. باشه دیگه باشه اشکالی نداره. شما میخوای دزدیده شدن ماشین رو بندازی گردن من؟ اشکالی نداره. تقصیر منه. بذار ببینم چه گلی واسه من. اگه تا غروب ماشین پیدا نشه روزگارتون رو سیاه میکنم. زنده از شیراز بر نمیگردین. شیرفهم؟ با این کارت گور خودتو کندی های بهرام مبدت. بفرمایید آقای صداقت پیشه. اینم نتیجه آدم شناسی حضرت عالی. همه سرمایه‌مون برباد رفت. شما درست میگین. من اگر آدم شناس بودم با آدمی مثل تو شریک نمیشدم که اینقدر جیگر نداری. ولی خدایش ماشین خوشفرمونی حال کردم باش. دمش گرم. ولی به نظر من دیگه برگردیم تا پلیس پیدامون نکرد. آره دیگه فکر میکنم بنده پنج تومن رو سواری کردیم. خیلی حال داد نه؟ نه. از اولم گفتم این کار نحسه ها. سوهان روح و روان سقسی ها گنده بک. به جای این حرف ها فکر کنین ماشین رو چطور پیدا کنیم؟ نمیشه. وقتی گوشش رو خاموش کرده یعنی پیدا کردنش محال. ساسا خودش بود. بمیشه راست این لحظ بوده خودش بود. آره خودش بود. یعنی راننده یکی دیگه بود. اگه
از شهر خارج نشده باشه پیدا میشه. چرا به پلیس زنگ نمیزنید؟ نه برابر چی به پلیس زنگ میزنیم؟ زنگ میزنیم به پلیس اونا کار از کار زندگی میافتن. میخوام همش بگم بخوام ماشین ما بود. آقا گاز بده. گاز بده گاز بده. گاز بده. این کیه؟ چرا این کارو میکنی؟ الان میزنی ماشین میترکونی. بزن کنار. فاتو بزن کنار. بزن کنار. فاتو بزن کنار. وای برام چه گیر دادم به اینا؟ شیشه خرابه من نمیدونم کیه. شاید پلیس نامحسوس باشه. فهمیدم ماشین سرقتیه. میشه نامحسوسه؟ خب بدبخت شدیم اینجوری که. چی بدبخت شدی؟ ای پلیس باشه که شانس رو بردی. بزن کنار، بزن کنار. ما تو میگه بزن کنار. اینا کیان؟ پلیسن؟ اگه بگیرنمون که بیچارمون میکنن. خفشو بذار کارمو بکنن. یعنی چی که خفشو بذار کارمو انجام بدم؟ بزن کنار میخوام پیاده شم. چی چی رو پیاده شم؟ مگه بچه بازیه؟ بزن جلو، بزن جلو، بزن جلو، بزن جلو. تو هم بزن کنار. برو دیگه برو بزن جلو. بزن کنار، تو هم بزن کنار. آقا میشه باشی؟ این برام بودو من. سلام. سلام، حال شما چطور؟ خوب هستین؟ ماشین شماست؟ بله بله بله. سلام. همسرم هستن، اینم ماشین ما هستش. داشت سرقت شده بود، میگشتیم دنبالش. حدس میزدم چون این جغله ها بعد جوری ویراج میدادن. نه، احساس دیگه. همه چی مرتبه؟ ده رفته. میگم اگه ماشین تو خسارت دیده بنده تقدیم کنم. نه نه نه، حله. یه حله دولت میده. خب خیلی خیلی خوب. خب با اجازه. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. خیلی کارتون خوب بود. قربون شما، لطف کردید. خیلی مردی. شاید اون عجیب بریم. وای برام شناختیشون؟ چاره دیگه، پلیس مخفی بودن اینجوری میکرد اسلحه و دستمند اصلا نه همیتی. بابا اینا همونه هم که کیف از اون موتوری گرفته، از اون کیف قاپه کپوله و اون یارو سیویلو همون دوتا هم دیگه. چطور نشناختی؟ چی میگی؟ برام میدونی یعنی چی؟ با تو هم بابا اینا دارن ما رو دنبال میکنن، دارن دنبال ما تعقیب دارن میکنن ما رو، میفهمی؟ آقا من چیکار کنم؟ الان میایم. چشم. بهرام. بهرام. آقا بهرام. بله دارم فکر میکنم جواب نمیدم، یعنی دارم فکر میکنم دیگه. خب آقا الان میام فرار که نمیکنم که گیسو. چشم آقا ما تو شهر باشم چیکار کنم؟ میدونی اینا کیان دیگه؟ ها اینا آدمای صداقت پیشن ها. بله. از سرون دنبال ما نه؟ بله دیگه، اومدن دنبال ماشین. ماشین اصلا اتفاقا همینا پیدا کردن. مردو ببین تو این ماشین همه جاش من مطمئنم این چیزای مداربسته گذاشته، هر جا بریم تعقیبمون میکنن. بیا ماشین آقا جون تعقیب بدیم شرش کپ بشه، ببینیم چه گلی واسه رو بریم. یه اتوبوس رو توش بگیریم بریم تهران. وایس سر فرصت آقا پول برام بدم دیگه. بله آقا یه پولی بده، من پول اینو برام حساب کنم. بله. سلام آقای سعادت، عصرتون بخیر آقا. خواستم بگم که بنده ماشین رو پیدا کردم. آفرین ساسان، آفرین. میدونستم موفق میشی. آقا ماشین پیدا شد. گوشی آقای صداقت میشه، میخواد با صحبت کنه. خوب گوش کن ببین چی میگم ساسان. حتی به اندازه یک پلک زدن نمیذاری از جلو چشم دور بشه. اگه تا نیم ساعت دیگه ماشین تحویل دادن که دادن، اگر ندادن هر دوشون رو خلاص میکنی. شیر فهم شد؟ چشم آقا. ماجرای شده گیس و اینه دنبالمون رو همجوری دارم میانا فکرمون نمی کنیم شدون رفت که ترسیدی؟ نه نه ترسیدم دم اگه این قاچاقچی رو میشناختی میترسیدی بهرام من سوالی دارم چی میگی؟ به نظرت واقعا این همه طلا این همه طلا ارزش خطر کردن داره یا نداره؟ یعنی چی؟ جدی دارم بهت میگم بهرام من یکی که اصلا خودم به شخص حاضر نیستم یعنی چه فرصتی از دست دادم تو رو نمیدونم ببخش کدوم فرصت؟
تو محل ما آقا جون به خاطر اینقدر طلا آدم کشتن، بعد یارو بگذره از این همه طلا؟ چی داری میگه؟ مراقبم، نگاه کن پشتو، نگاه نکن پشتو، مراقبم میگم. بهرام جون خب باشن. ای بهرام، هر کاری خطرهای خاص خودشو داره. آقا جان یه کمی فکر کن، این طلاها میتونه زندگی آینده من و تو رو زیر و رو کنه. آقا جان زیر و رو کنه، هر چیزی که زندگی آدمو زیر رو میکنه که نباید آدم انجام بده که. تو تمام موارد شما گفتی، من گفتم چشم. این دفعه من میگم، من تصمیم میگیرم، شما میگی چشم. ای نداره بهرام، بهرام بی بهرام، به من هیچی نمیگم. با متوجه نمیشه یارو بهت میگم آقا جانی هم آدم کشی، یارو قاچاقچی تلاست. بله بیایی، من هیچی نمیگم. بهرام. بله. یه پیشنهاد دارم. بفرمایید. ببینین آخرین خواهش یکی ازت دارم، دارم میخواد به خاطر من قبول کنی بهم نه نگی. یه دقیقه برگرد من نگاه کن. بله. بهرام فقط برای یه ساعت، یه ساعت قالشون بذاریم. برای چی باید این کارو بکنم؟ آخوشونم این های فیگن آدم کشن. بهرام، بهرام من مطمئنم تو اگه بخوای میتونی. معلومه که میتونم، خودم نمیخوام، برای چی واسه بخوام؟ بهرام به خاطر من، به خاطر من بهرام، رو ما زمین ننداز. ها؟ باشه من این کارو میکنم که بهت ثابت کنم. عزیزم میدونستم حرفمو زمین نمیندازی. چایی میخوری؟ یه چایی درست کنم، یه چایی بخوریم، یه چایی بخوریم. خیلی خوشحالم بهرام. چیکار میکنی؟ برای چی داری چایی میریزی؟ مهمون داریم دیگه. ها؟ باید چایی بریزم. منظور چیه؟ اینا فوت کوزگریه دیگه. بهرام هستم، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ گفتم براتون دوتا چای بیارم بریزم، خستگیتون در بره، گلوتون خوش شده، بخورید نوش جونتون. میذارم اینو زیر آفتاب که داغ بمونه، تازه دمه. فلاسکی خانومم از تهران با خودش برداشت آورده، بخورید نوش جونتون. بهرام خان ممنون، ما چای نه نه نه، این چای رو بیخودی و خودم برداشتم آوردم که بتونیم الکی بهانه ای باشه، بتونیم با هم یه گپ بزنیم، چون شما هم منو میشناسی هم من شما رو میشناسم دیگه، چه کاریه. بعد خواستم بهتون بگم من 10 دقیقه دیگه، نهایتاً 11 12 13 دقیقه دیگه این سمکا رو میرسونم دست صاحبش. شما خیالتون تخت تخت باشه دوست من. پس ما خیالمون تخت. بله خیالتون تخت. چای رو میکنید زرد میشه دم میافته. وای دیدی چی شد؟ داش یادم میره. آره اینا رو میذارم اینجا براتون، این سینی رو برمیدارم که خانوما میدونن دیگه حساسن دیگه. ول کن اینم میمون اینجا، نور میخور تو چشم شال، تو موقع رانندگی اذیت میشید. با اجازه. کسافت نخور بزن برو من رزق هر کسی به قدر همت اوست. اگه میخوای موفق باشیم باید باور کنیم که همیشه نمیشه در طول ساحل ها دکتر همون. ای 10 دقیقه شد دیگه بریم. باشه بهرام.
ترسناکه اینجا چیه؟ کیسو؟ کیسو حله؟ کیسو؟ هیشکی نیست، امنه امنه. دیدی گفتم اگه بخوای قالشون بذاری میتونیم؟ آره به حرفم ایمان آوردی؟ بابا من ایمان داشتم به حرف شما. راستی منظورت از خود کوزه‌گری چی بود؟ یه جریان داره دیگه. من موقعی که با تو ازدواج کردم واقعیتش اینه که یه رازی رو از بینم کردم. چه رازی؟ ببین این طلا گیسو تو رو وسوسه کرد، منم یه ذره وسوسه شدم، یه تیکه گذاشتم توی جیبم برای روز مبادا. یه تیکه چی؟ تایاک کیسو ناراحت نشی. همون روزای اول فهمیدم آقا بهرام. راست میگی؟ بله همون روزای اول اتفاقی تو جیبت پیداش کردم، ولی برای اینکه شیطون گولت نزنه با قرقلو جاشو عوض کردم، یکم میام تریاک بهش مالیدم که بو بده. چی؟ که اگه وسوسه شدی یه کاری بکنی نتونی. دیگه کاری بود که دستم بر میومد. تو چیکار کردی گیسو؟ خاک بر سرم شد که تلا. کمک نمیخواییم؟ کیه؟ بلند شو آروم، بدونه که حرکت اضافه کنی دستاتو بیار بالا. آروم آروم دستاتو بیار بالا. حالا آفرین. سلام آقا. علیکه سلام. چقدر جای خوبیه، دنج آروم. اتفاقا دنبال یه همچین جایی میگشتم تا جنازه تو بندازم. خوبم که چیزیم نشد که خدا رو شد. چیه بازم میخوایی شمشار هنوز؟ نه معلومه که نه، بهمی چه حرفیه. من به خدا جونه تو از همه چی برام مهم تره. چی شدی یا جونه من مهم شد؟ من میگم فرصت خیلی خوبیه، بیا بزنیم کنار شمشار رو برداریم. بهرام من روز داشتیم به خاطر طلا جونم رو دست نداشم رو میکشتم. گفتیم چی شده یا واسه ما رو بکشتم بدی؟ ای با برای تا سرتیز کنار برای اونا نه میون پلیس هم عجب هم اینا گیری هم. بابا برو یه جایی برو بر یه جایی واسه پلیسی چیزی نگه دار بگیم بابا برو گاز بده ازاره گاز رو بلد نیستی کدومه گاز بسطی گاز بسط راست برو سمت راست برو سمت راست برو سمت راست برو سمت راست برو آقا نگه دار نگه دار گاز بده گاز بده این عجب یه رو بفتی من میگم یه با ترمز بزن به طور ناگهانی بزن اینا بخورم هم یه تصویر فتر ها بود باست چی میگی برام بار؟ یه همجوری داری میگردم چون باز چست بوده داری میگردم درمز در کنی هاشو که بطر پولیس پولیسی چیزی هست ولی دیگه یه وشوی کنی من کار کردم یا همه این باعث شد که نانی بتونی آمادگی داشته باید دیدی اومد یه صدا اصلا چنده سریع پشودم اصلا چون موضوع خانواده بود سریع پشودم دیگه دیدم که برای تو اصلا کشیدم قربونت برم که سوده از فرق رو بکنم پولیس رو اونجا هست اصلا اصلا اخوان یه بار یه اتفاقی اینجوری هم افتاده بود یه بار یه کسی اومده بود ای موسیقی